الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. الحمدلله یک روز دیگر میتونیم در کربلای معلا نفس بکشیم و در خدمت شما عزیزان و بینندگان برنامه معراج و بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن هستم، به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت دارم خدمتش. سلام علیکم جا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید خدمت همه بینندگان محترم و عزیز. سلام و عرض ادب دارم و انشاءالله مورد لطف خاص ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیرن و ما در خدمتشون هستیم انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد بهرمن. دوستان عزیز، انشاءالله بریم سراغ روایت برنامه و شما هم همراهی کنید ما را از طریق ماهواره یاسد با فرکانس 127.3، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و راه‌ها و فضاهای مجازی دیگه. بفرمایید. الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سيرة حكومتي حضرت مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كاملا در روايات نورانية أهل البيت عليهم السلام بيان شده، از جمله روایتیه که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب گرانقدر و ارزشمند ارشاد از وجود مبارک حضرت امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که می فرماید اذا قام مهدی علیه السلام، البته من لفظش را عوض کردم، اون لفظ اون اسم خاصی که باید باشیم و احترام بگذاریم و دست ها رو روی سر بگذاریم، من عوضش کردم به مهدی. اغلب روایات همون لفظ خاص را دارد و این لقب مخصوص امام زمان علیه السلام که با قیامش قیامت به پا می شود و از این جهت اون لفظ رو برای حضرت در اینجور روایات به کار میبرن انتخاب شده. میفرماد اذا قام حکم بالعدل، اولا قیامش همراه با تأسیس حکومته، نه صرفا یک رهبر دینیه و بازگو کننده احکام شرعی الهیه، اما دولت و حکومت به دست کس دیگری باشه. نه خیر، حکمه، حکومت تأسیس میکنه، یعنی هم پیشوای دینیه و هم زمامدار سیاسیه. سیاست و دین را یک جا حضرت حجت سلام الله علیه جمع میکنه، چون حکم مال خداست، ان الحکم الا لله. و آقا امام زمان علیه السلام چون خلیفه خدای عز و جل، یک جا ولایت تکوینی و تشریعی را و رهبری دینی و رهبری سیاسی را یک جا برای اداره امور جامعه از خود ظاهر میکنه، حکم بالعدل. اما حکومتش مانند حکومت های
بشری و نظام های حاکم بر شرق و غرب عالم نیست، نظام های غیر الهی، نظام های بشری قائم بر زوره، قوامش به سلطه است، قوامش به اظهار قدرته. ولی حکومت امام زمان علیه السلام یک حکومت عادلانه است. می‌فرماد حکم بالعدل. عدل یعنی چه؟ وضع الاشیاء فی مواضعها، هر شیئی را در جای خود نهادن را میگن عدل، بهش میگن عدالت. ناهماهنگی نیست در حکومت امام زمان علیه السلام، همه چی سر جای خودشه. در اهمیت عدل و ارزش عدل از دیدگاه روایات ملاحظه کنید، مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید العدل اساسون، عدل پایه است، زیربناست، بهی قوام العالم، قوام کل هستی بر اساس عدل. یعنی اگر عدل نباشه قوام هستی به هم میخوره، نظم موجود در عالم به هم میخوره. خدای عز و جل ذاتاً عادله و آن چرا که به وجود آورده بر پایه عدل، و امام زمان که مظهر قدرت و اراده و مشیت خدای عز و جل، حاکمیتش بر اساس عدالته. حاجا جسارتاً اون روایت لولا الحجه هم بر اساس همین هست؟ بله، یا اینکه یکی از مواردش بله همینه؟ چون این حجت، حجت عادل است، حجت معصوم است. بله. نباشد بی نظمیه، بی نظم حاکمیت، نباشد هر جو مرج، بیقراریه و هر جو مرجه. می فرماید مولا، می فرماید العدل قوام الرعیه، اونی که رعیت را و امت را بهش قوام می دهد، و رعیت احساس راحتی و احساس آسایش می کند به واسطه عدل است. به عدل رعیت قوام پیدا می کند. و جمال الولات، والیان، حاکمان، زمامداران اگر بخوان زیبایی داشته باشند و مردم از اونها به نیکی یاد کنند، باید چی داشته باشند؟ باید عدالت داشته باشند. حضرت صدیقه سلام الله علیها در خطبشون در مورد اهمیت عدل و قیمت عدل می‌فرماید فرض العدل تسکینا للقلوب، به این جمله نورانی حضرت زهرا علیها السلام که حقا رسول الله دربارش درست فرمودن فداها ابوها. می‌فرماید خدای عز و جل عدل را و عدالت را فرض کرده برای آرامش بخشیدن به دلهای مردم. مردم کی آرامش دارن؟ کی راحت میخوابن؟ کی راحت از خواب بیدار میشن؟ کی نگرانی در زندگیشون نیست؟ و وقتی که مطمئنن کسی مالشون رو نمیخوره، کسی به ناموسشون تعدی نمیکنه، کسی کاری به کار دینشون نداره، کسی سر سوزن ظلم به اونها نمیکنه، نه به بدنشون، نه به جانشون، نه به مالشون، نه به ناموسشون، نه به دینشون. در سایه عدل که آرامش بر دلها حاکم می شود و مردم احساس آرامش، امنیت مطلق می کنن. امام صادق سلام الله علیه در شیرینی عدل می فرماد العدل احلا من الشهد، از عسل شیرین تره. اگر باشد در جامعه و بندگان خدا این مزه شیرین عدالت را که واقعا جاش خالیه، مزه شیرین عدالت را بچشن. می فرماید و علی ینو من از
من الزبد الله از کره نرم نرمتره تره و اطیب و ریحا من المسک از مسک به معطرتر و خوشبو تره. به مولا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید بالعدل تصلح الرعیه، رعیت دنبال این است که بینشون صلاح باشه، فساد تباهی خرابی نباشه، امورشون باشه. اصلاح بشه. اصلاح امور رعیت های در کل عالم به چیه؟ به عدل. به عدل. لذا آقا امام زمان علیه السلام اول حرکتی که از خود نشان میدن و اول برکتی که ازشون ظاهر میشه برای اهل عالم تا اهل عالم اصلاح بشون، عدالت را، عدالت الهی را گسترش میدن. بله، عدالت الهی را پیاده میکنن. باز مولا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد بالعدل تتضاعف البرکات، برکات الهی دو چندان میشود به برکت عدالت. اگر در جامعه عدالت باشه برکت هست، برکت فراوانه. چرا زندگی ها بی برکت شده؟ چرا برکت ها رفته؟ برای اینکه حاکمان، حاکمان عادلی نیستن. بله، حاکمان با عدالتی نیستن. باز مولا سلام الله علیه می فرماید ما عمرت البلدان بمثل العادله، عدالت باعث آبادی شهرها میشه. شهر آبادی هست. آبادی شهرها تنها و تنها عاملش عدالت. عدله. و هیچ وقت آباد نشده شهرها به مثل عدله، یعنی تنها عدله که میتواند شهرها را آباد سازه. فی العدل مولا میفرماید فی العدل الاقتداء به سنت الله، عدل سنت الهیه. اگر زمامداری، حاکمی عدالت را در زمین پیاده کرد و در زمامداریش و حاکمیتش یک حاکمیت عادلانه داشت، این به کی اقتدا کرده؟ به خدای عز و جل اقتدا کرده، چون خدا اول عادل در کل هستیه. و ثبات الدول، ثابت برقرار موندن دولت ها به عدالت. لذا روایات ما می فرماند اگر کافر با عدالت حکومت بکنه حکومتش دوام داره، اما اگر شخص به ظاهر مسلمان، به ظاهر مؤمن، به ظاهر متدین، بله لباس دین پوشیده مثل مأمون ها و مثل هارون ها که بله، ملبس بودن به لباس رسول الله، ملبس بودن به لباس دین و اسم اسلام رو یدک می کشیدن، اما حکومت هایشون حکومت های ظلم و ستم بوده است، می فرماد الحکم لا یبقا مع الظلم و یبقا مع الکفر. حکومت و زمامداری، خدمت شما عارضم، اگر از روی عدالت باشد پا بر جا میماند ولو زمامدار کافر. اما اگر زمامدار ظالم باشه حکومتش نابود میشود، چون اهل ظلم و ستم است و عدالت را برقرار نمی کند. ولو نماز خون باشه، ولو نماز جمعه میخونه، ولو مردم میلیون ها نفر پشت سرش نماز بخونن. در ذیل این آیه شریفه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا در قرآن کریم میفرماید بدانید حقا خدای عز و جل این زمین را بعد از اینکه میمیرد مجددا این زمین را خداوند احیا میکنه، زنده میکنه. یعنی چه؟ ظاهرش ظاهر دارد این آیه و باطن. ظاهرش یعنی بعدش خوش، بعد خوشسالی باران رحمت نازل میشه و زمین چی میشه؟ زنده میشه. زنده میشه، این ظاهرشه. ولی همینطوری که در بحث‌های قبل عرض کردیم آیات قرآن مثانیه، مثانی یعنی ظاهر و باطن. باطنه. باطن چه میفرماید؟ امام باقر علیه السلام میفرماید
يحييها الله عز وجل بالمهدي عليه السلام، با اون لفظ خاص يحييها خدای عز وجل توسط حضرت مهدی علیه السلام این زمین را احیا می کند بعد موتها، یعنی بعد کفر اهلها، بعد از اینکه اهلش چی بودن؟ کافر بودن. آقا امام زمان علیه السلام چیکار میکنه؟ ایمان را در دلهای مردم مستقر میکنه. یعنی در زمان حکومت امام زمان مردم متدینن، مردم دیندارن، مردم خداشناسن، مردم منورن به نور ایمان. و الکافر میتون، امام باقر علیه السلام میفرماید کافر مرده است ولو دارد روی زمین راه میره. و میفرماید حیات زمین به دو چیزه، حیات الارض بل ایمان و العدل، زنده بودن زمین به داشتن ایمان و به عدالت حاکم، به عدالت زمامدار. موت الارض به چیه؟ مرگ زمین بل کفر و ظلم، کفر و ظلم باعث میشه زمین بمیره. وجود مبارک امام زمان علیه السلام زندگی را دوباره به مردم میبخشه، حیات را به مردم میبخشه و از نو شروع میشه، زندگی ها از نو شروع میشه. لذا میان تمام خوب ها میان. داشتم میمدم، جوانی ازم پرسید که آقا در رجعت آقا ابوالفضل علیه السلام هم برمیگردن؟ گفتم بله، روایت دارد که امام حسین و اصحابشون، سر دسته اصحاب امام حسین علیه السلام آقا ابوالفضل علیه السلام، اینا باید بیان و بندگان خدا آشنا بشن با چهره نورانی آقا ابوالفضل علیه السلام و از عدالت ابوالفضل و از ایمان آقا ابوالفضل سلام الله علیه در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف استفاده کنن و لذت ببرن. خدا نیافریده این عالم را که همیشه ظالم، کافر، بیدین مسلط باشه. این ظلم و ستم دورش موقت سپری میشه و انشاءالله عالم روز جدید را شروع خواهد کرد و آغازش با حکومت عادلانه آقا امام زمان علیه السلام. یکی دو دقیقه حاج آقا، یه سوال هم من دارم. انقدر یعنی منزلته عدل بالاست و عدالت بالاست که در روایت هم اشاره میشه در کنار ایمان. بله بله، اصلا یعنی آخه برای بله. من هنوز بله. یک کم یعنی جای سواله، یعنی ایمان بله. جدا عدل جدا که از هم نیستن، مسلما بله. ایمان و عدل در بله. کنار هم باید باشه، حتما در کنار همن. روایات به این مطلب تصریح کرده. حالا اگر من یادم بود که شما همچین سوالی بکنه، قطعا روایاتشو خب خدمت بینندگان عزیز می آوردن. حالا شاید جزء سوالات بینندگان بله. باشه برای جلسه، که بله ایمان و عدل همراه هم هستن. ایمان عدل رو میاره و عدل ایمان رو می آورد. یک روایت دیگری هم هست از امام عسکری علیه السلام. حضرت امام عسکری به عمشون حضرت حکیم خاتون که الله. دختر امام جواد علیه السلام فرمودن شب نیمه شعبان، شب تولد آقا امام زمان علیه السلام، به عمشون فرمودن عمه جان بیت اللیل عندنا، بمان بیتوتکون امشب نزد ما. چرا؟ فانه سیولد اللیلت، همین امشب متولد خواهد شد المولود الكریم، اون مولودی که صاحب کرامت است نزد خدای عز و جل. الذی یحیی الله عز و جل به الارض بعد موتها، اون کسی که خدای عز و جل توسط او زمین را احیا می کند، زنده می کند زمین را بعد از مرگ زمین. به چه زنده می شود؟ به عدالت امام زمان علیه السلام. این روایت در کتاب ارزشمند کمال الدین. پس یکی از امتیازات حکومت امام زمان علیه السلام اینه که حکومتش حکومت عادلانه، و این تفاوت دارد با
حکومت‌های بشری که حاکم است بر شرق و غرب عالم. عالم. خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. دوستان انشاءالله همراه ما باشید تا ابتدای ماه مبارک، این موضوع ادامه دار خواهد بود. بریم میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. انشاءالله در خدمت جناب استاد بهرمن هستیم. وقت شما به خیر عزیزان و همراهان برنامه معراج، بخش دوم برنامه و سوالات شما عزیزان. دوستان عزیز توجه داشته باشید، چون این بخش بخش سوالات هست و شما عزیزان بیشتر توجهتون رو به برنامه جلب میکنید، در ماه مبارک رمضان انشاءالله، یعنی در سه شنبهی که پیش رو هست، حالا چه شب اول ماه مبارک باشه چه روز اول ماه مبارک رمضان باشه، تایم پخش زنده و وقت پخش زنده برنامه 11 و ربع به شب به وقت کربلا هست. خاطر اون دسته از عزیزانی که میخوان بیدار بمونن تا سحر، این تایم رو اختصاص دادیم. در این تایمی که فعلا در خدمت شما هستیم، تکرار شب گذشته پخش میشه. این رو در این چند روزه بنده سعی میکنم مکررن عرض کنم که اگر بیننده موفق به تماشای برنامه نیست، در یک روزی بتونه در روز بعد متوجه این موضوع بشه. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، چگونه میتوان عظمت و قدرت خدا را بیشتر درک کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از راه تفکر و تأمل و دقت در عالم خلقت، در آیات خدای عز و جل، هرچه انسان بیشتر در نظم عالم و در دقتی که به کار گرفته شده در خلقت عالم بیشتر تفکر کنه، به عظمت خدای عز و جل بیشتر پی خواهد برد. یکی از دانشمندان عرب زبان مسلمان که الان در قید حیاته، ایشون نقل میکنه که خودم نقلش را خودم ازش شنیدم، میگه من مدتی از عمرم کافر بودم، ملحد بودم، منکر دین بودم، تا اینکه دقت کردم در مطالعاتم، دقت کردم به یک نوع پشه هایی که خدای عزوجل آفریده. این پشه ها در برکه ها زندگی میکنن. وقتی میرسد زمان تخم گذاری این پشه ها، این پشه یه فشاری به خود میده، فشاری به خود میده، مایعی ازش جدا میشه. این مایع به شکل زورقه، به شکل قایقه، به شکل قایقه، و اینها رو در آب رها میکنه و تخمه های خودش را داخل این قایق ها میگذارد و از دنیا میرد اون پشه مادر. اینا اختیاری. بله بله، اونا بله، اونا از دنیا، خودش از دنیا میره. این پشه ها از این تخم خارج میشن، بزرگ میشن، میرسن به زمان مرحله، به زمان تخم گذاری. باز این پشه ای که هرگز مادر خودش را ندیده تا از مادر یاد بگیرد این کار را انجام بده، مادر را ندیده، در تخم بوده و مادرش از دنیا رفته، از تخم خارج شده. خدمتون عارضم، میرسد به سن تخم گذاری، باز به خود فشاری میدهد این پشه، اون مایع مخصوص ازش خارج میشد، تخم های خودش را میگذارد روی این مایع و روی آب در جریان و در حرکت و در شناوری است. و خدمتون عارضم، به همین ترتیب باز از دنیا میره و
تخم او دوباره رشد میکنن و به همین ترتیب. چه کسی به این پشه این رو تعلیم داده؟ این دانشمند میپرسه. بله. چه کسی این مایه، این مایه مخصوص را که مایه در دلش، دل این پشه قرار داده، این از کجا فهمیده که باید به خودش فشار بده تا این مایه ازش خارج بشه و شکل آن به شکل یک قایق و این تخمها باید روی آن گذاشته بشه که تو آب از بین نره، الله. تلف نشه. کی یاد داده؟ میگه همین باعث شد که من دیدگاهم کلن عوض بشه و به عظمت خدا معترف شدم به وجود خدای عز و جل و به قدرت خدا، به علم خدا و به حکمت خدای عز و جل. دانشمند دیگری در این زمینه میگه من یه امتحانی کردم در موقعی که مرغی روی تخمهای خودش خوابیده بود، من تخم یک مرغابی را همراه این تخم مرغ ها گذاشتم زیر این مرغ، مرغ مادر. مدتی گذشت، همون 19 روزی که هست گذشت، جوجه ها سر از تخم در آوردن. جوجه مرغابی بلا فاصله بعد از اینکه سر از تخم در آورد رفت به طرف برکه آب. جوجه های مرغ رفتن به طرف مادر، او رفت به طرف آب و شروع کرد در آب شنا کرد. شنا کی به این یاد داده که باید در آب زندگی کنه؟ اینکه مادر خودش را ندیده تا شنا را از مادر خودش آموخته باشه. بدون مربی، بدون معلم، بدون استاد فهمیده که میتواند در آب شنا کنه و این جز عظمت خدای عز و جل چیز دیگری نیست. دقت در این امور باعث میشد انسان ایمانش تقویت پیدا کنه. و من توصیه میکنم به جوانها کتاب توحید مفسر را که یک روایت مفصلی است از آقا امام صادق سلام الله علیه در بیان عظمت آفرینش و در بیان عظمت آیات الهی، اون را مطالعه کنن که به زبان فارسی هم الحمدلله این کتاب ترجمه شده. که البته باید کتاب درسی باشه، کتاب درسی باشد. ما در حوزه، خدا رحمت کند استاد ما را آیت الله امامی، ایشون این کتاب را برای ما درسشو گفتن، یعنی کتاب بحار الانوار را عصرا می آوردن و جمله جمله فرمایشات امام صادق علیه السلام را که در عظمت آیات الهی است و در عظمت توحیده، اون را برای ما بیان می کردن و تفسیرش را برای ما می گفتن. مطالعه این حدیث شریف و این کتاب باعث تقویت ایمان جوان ها می شود. به روایات اهل البیت علیهم السلام، اون چی که بشر بهش نیاز داره در فرمایشات ائمه هدی علیهم السلام موجوده. امام صادق علیه السلام می فرماید به شرق برید، به غرب برید، علمی را پیدا نمی کنید الا اینکه اون علم از ما خانواده خارج شده است. بنابراین از راه های پی بردن به عظمت خدای عز و جل مطالعه کردن فرمایشات ائمه هدی علیهم السلام در توحید. کتاب مثلا توحید صدوق را انسان درسش باید بخونه، مطالعه تنها کافی نیست. کتاب توحید صدوق را، کتاب توحید بحار الانوار را و روایات را حتما انسان نزد یک فرد متخصص باید برد و اینها را درش تأمل کنه تا انشاءالله توحید و ایمانش بیشتر بشه. خیلی متشکرم. 2 دقیقه فرصت داریم. من این سؤال را بپرسم، شما بفرمایید زمان هست برش یا نه. برای رسیدن به محبت واقعی خدا چه باید کرد؟
نعمت های خدا را باید انسان متذکر بشه که چقدر خدای عز و جل به ما نعمت داده. نعمت چشم، چقدر ما باید خرج کنیم تا نعمت چشم داشته باشیم. اگر انسان از نعمت چشم محروم باشه، ثروت کل عالم را داشته باشه، میتونه چشمی پیدا کنه؟ نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت زبان، نعمت قلب، نعمت اعضا و جوارح. دقت کردن در نعمت های الهی سبب میشد انسان محبت و ارادتش به خدای عز و جل بیشتر بشه. از کارهای عملی برای ازدیاد محبت به خدای عز و جل اینه که واجبات را انجام بدیم، محرمات را ترک کنیم، آیات کریمه قرآن را به دقت تلاوت بکنیم، نماز شب و استغفار در سحر. این باعث زیادی محبت ما می شود به خدای عز و جل. نماز اول وقت مخصوصا اگر به صورت جماعت خونده بشه، این باعث افزایش محبت به خدای عز و جل و از همه مهمتر ارتباط با امام حسین علیه السلام. امام حسین عاشق خدای تبارک و تعالی بود. ارتباط با امام حسین و گریه بر امام حسین و عزاداری کردن با بر امام حسین، اینا از اموریه که ارتباط انسان، ارتباط قلبی انسان را با خدای عز و جل محکم میکنه، محکم و شدید میکنه. انشاءالله. خیلی ممنونم و شکرم جناب استاد بهرام. متاسفانه تایم دوم برنامه، یعنی پارت دوم برنامه، بخش دوم برنامه اینقدر محدوده که نمیتونیم بیشتر از این در خدمتتون باشیم. حلال کنین علی حال. از شما هم ممنونم برای انتخاب و تماشای برنامه. یا علی.